بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی امام حسین علیه السلام موضوع بحث ما درباره صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و بیشتر صحابه راستین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مد نظر ماست و دیدگاه شیعه را در این رابطه به عرض و نظر شما میرسانم انشاءالله مورد انایات مولا صاحب الزمان عجل الله فرجه و شریف بوده باشد و همه شما عزیزان از این مباحث بهره کافی رو ببرید به عنوان مقدم موضوع صحابه از ماده صاحب و صاحبه اشتقاق یافته که همراهی و دوستی با شخصی را صاحب و صحابی تعبیر می کنند کسی که با دیگری همراه باشد برای مدتی از زمان او را تعبیر می کنند به صحابه اون شخص و از جهت اصطلاح هم اون کسانی را صحابی پیامبر میگویند که اینها با ایمان اون حضرت را دیده باشند و در حال ایمان از دنیا رفته باشند این تعبیری است که اکثر علمای شیعه و سنی بر اون اتفاق نظر دارند که صحابی کسی را میگویند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در حال ایمان به اون حضرت دیدار کرده باشد و در حال ایمان هم از دنیا رفته باشد یعنی در این میان برای او ارتدادی حاصل نشده باشد و از دین بر نگشته باشه پس این تعبیر و این عنوانی است که راجع به صحابی در کتاب ها و آثار شیعه و سنی غالبا آمده است گو این که برخی از علمای اهل سنت صحابی را به هر کسی تعبیر می کنند که پیامبر را صلی الله علیه و سلم دیدار کرده باشد و بلکه حتی بعضی از طبقات صحابه را میگویند کسی که زمان پیغمبر و دوران پیغمبر را درک کرده باشد هرچند که در زمان پیامبر مثلا کودک بوده است و پیامبر را از نزدیک هم دیدار و ملاقات نکرده باشد باز احیانا او را به عنوان صحابی رسول الله به شمار می آورند ولی اینها دیدگاه های خاصی هست که بیشتر به اون عمل نمی کنند بلکه اون کسی را تعبیر می کنند که در حال ایمان و در زمان بزرگی پیامبر را دیده باشد بعد از بلوغ و بعد از تکلیف پیامبر را دیده باشد و بعد از دنیا رفته در حالت ایمان این معنای صحابی هست به طور خلاصه و اجمال و اما صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همون طوری که صحابه پیامبران غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله سلم هم بودند اونها که همراهی داشتند و با پیامبران پیشین با اینها ملاقات داشتند و هم صحبت بودند هم سخن بودند با اونها احیانند و یا یار و مددکار اون پیامبران بودند اینا رو هم تعبیر به صحابه اون پیامبران میگویند و همون طوری که واضح هست از آیات قرآن و از روایات که در زمانهای پیشین هم صحابه پیامبران اینها افراد خوب و افراد بد در بینشان بوده است افرادی که اینها در صحبت اون پیامبر جنبه دینداری و وفاداری را داشتند و کسانی که اینها وفادار نبودند و با اون پیغمبر همراهی نداشتند از جهت رفتار و روش اونها و همراهی کردن و همگام بودن با اون پیغمبر اینها ثابت قدم نبودن از باب مثال صحابی که برای حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام مشاهده می کنیم که اینها جمعی ازشون افرادی بودند که حتی در کوه تور وقتی که همراه حضرت موسی آمدند اونجا کفر خودشون را آشکار کردند و گفتند یا موسا ایرین الله جهره ای موسا خدای خودت را آشکارا به ما نشون بده و خیال می که مثلا خدا را به چشم سر می تواندید علیه بالله و این در حقیقت کفر بود که سائقه اونها را از بین برد بعد به شفاعت حضرت موسا و درخواست حضرت موسا خداوند بار دیگر اونها را زنده کرد و فرصت دیگری به اونها داده شد تا اینکه اون کفر خودشون را و باطل خودشون را شاید جبران کنند و از اون اعتقاد فاسد خودشون برگردند یا اینکه بعضی از اصحاب حضرت موسی علی نام و علی علیه السلام که اینها در موقعی که با حضرت موسی همراه بودند به حضرت موسی گفتند که برای ما بوتی درست کن که در آیات قرآن هست وقتی که اینها بر یک گروهی گذشتند بر یک شهری گذشتند که اهالی اون شهر بود پرست بودند اینها به حضرت موسی گفتند که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه برای ما هم خدایی قرار بده همونطوری که اونها خدایانی دارن یعنی بوتهایی دارن حضرت موسی در جواب اونها فرمود انکم قوم تجهلون شما گروهی هستید که به جهالت میگرایید به نادانی روی آورده اید این نهاولای متبرون ما هم فی خداوند متعال اینها را از میان میبرد و این روش و رفتار اونها غلط و باطل هست و رو به تباهی می باشد پس عده ای از همراهان حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام که تعبیر اصطلاحی و حسب ظاهر عنوان صحابی بر اونها می توان گفت اینها افرادی بودند که جاهل و نادان بودند افرادی بودند که منافق بودند افرادی بودند که احیانا کافر بودند و کفرشون را آشکار کردند و گروهی از اونها از دین حضرت موسی ارتداد حاصل کردند و برگشتند از دین و اعتقاد حق وقتی حضرت موسی علی نام علی و علیه السلام برای مناجات با خداوند و دریافت الواه تورات به کوه تور رفت و مدت غیبت حضرت موسی علی نبی نام آلی و علیه السلام تا چهل روز به طول انجامید در مدت بین سی روز تا چهل روز گروه بسیاری از اصحاب حضرت موسی اینها از دین برگشتند بنابراین ممکن است که صحابی از دین و عقیده خودش برگردد و روش و رفتار درست را از دست بدهد یا احیانا در همون زمان و همراه با پیامبر عقیده او فاسد و باطل باشد و دین درستی نداشته باشد چگونه می توان گفت که همه صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها افراد خوبی بودند و افراد صالحی بودند افراد عادلی بودند چون که ای از آیون اهل سنت اینها بر این مطلب اصرار میورزند و شیعه را متهم میکنند که شما با صحابه رسول خدا دشمنی میورزید و اونها را دشنام میدهید مثلا به اونها بد میگویید در صورتی که این اتهام مردود هست و باطل هست ما به صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله جسارت نمی کنیم. اون کسانی که اینها از مسیر درست پیانبر بر کنار بودند اونها از ناحیه ما حرمت ندارند چنون که خود قرآن کریم اونها را به بدی یاد کرده است و بعضی از اونها در قرآن کریم نکوهش شدند در آیات مختلف قرآن کریم که انشاءالله در مباحث آینده اشاره به اونها خواهیم کرد و آیاتی که در این رابطه است انشالله به سمع و نظر شما خواهم رسانید که معلوم باشد که ما به صحابه که اینها صحابه راستین پیامبر هستند بر دین و عقیده و ایمان خودشون پایبند بوده اند به اونها کمال احترام را میگذاریم و اونها را هم به پیروی از ائمه معصومین علیه مصاد و سلام که امامان معصوم ما اینها این طور صحابه را مدح گفتند و تعریف کردند ما نیز اون صحابه راستین و خوب را حرمت میگذاریم و هرگز نسبت به اونها کوچکترین اساعی ادبی نداریم اون کسانی از ناحیه ما و از دیدگاه ما مردود هستند که اینها اهل تقوا و صلاح و دینداری صحیح نبودند و از منهاج و روش پیامبر صلی الله علیه و آله سلم فاصله گرفتند امیدواریم خداوند ما را بر معارف قرآن کریم و اهل بیت اسمت و طهارت علی الصلاه و, و سلام هر چه بیشتر ثابت قدم بدارد و دست ما از دامن اهل بیت اسمت و طالت علی موسیات و سلام کوتاه مگرداند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته